Hello again guys, how are you doing؟ سلام عزیزم، چطوری یا نه؟ حالت خوبه؟ خوش اومدی به قسمت سوم از آموزش زبان با سریال فرندز. امروزم طبق روالی که قرار پیش ببریم و ویدیو قبلم اینجوری بود، سه تا تیکه از سریال فرندز از فصل اول رو می‌خوایم بررسی کنیم. فعلا فقط فصل اولیم. جوری که فصل اولو که نگاه می‌کنی بعد از 10 تا اپیزود، 15 تا اپیزود، 20 تا اپیزود تو هر قسمت ببینیم ما 3-4 جاشو کار کردیم، اصلا دیگه کل سریال رو بفهمیم. میخوایم امروز 3 تا ویدیو بررسی کنیم که هر ویدیو شامل 3-4 تا اصطلاح خواهد بود. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اول یه پریویو بگیم که چیا میخوایم تو ویدیو اول یاد بگیریم. این عبارات ها و این لغات ها رو میخوایم یاد بگیریم. How come? Close to where I live. Apron, لغت apron. Can we start over? حالا بریم ویدیو رو بشنویم. این لغت دنبال این لغت ها باشید، عبارت ها باشید تا بیم توضیح بدیم. خب دوستان ویدیو رو دیدیم. ویدیو با جوی شروع شد. جوی گفتش که How come you are working here? چی شده که اینجا داری کار میکنی؟ How come به این معنیه که چی شده که تو اینجا داری کار میکنی؟ اصلا چی شده که تو الان اینجایی؟ ما تو فارسی میگیم چی شده تو داری اینجا کار میکنی؟ How come به این معنی، نه اینکه چه جوری میاد. How come یعنی که چی شده که تو اینجا داری کار میکنی؟ How come you're working here؟ مثلا یا مثلا به دوستات میگه که چی شده که تو داری با ما حرف میزنی؟ تو اصلا حرف نمیزنی. How come you're talking to us? چی شد که تو داری با ما حرف میزنی الان؟ یهو چی شد؟ How come به این معنی. اون دختره که تو ویدیو میبینید فیبی، این فیبی نیست، خواهرش ارسلا. اینا با هم دوقلوان، دوقلوی همسان هم هستن، شبیه همن. خب الان اینا نمیدونستن که فیبی خواهر دوقلو داره. الان توی اینجا دیدنش داره کار میکنه به عنوان گارسون. گفتن How come you're working here؟ با اینکه این فیبی نیست، دوستشون نیست و اونا اون دختره هم اینا رو نمیشناسه اصلا. بریم ادامه رو بررسی کنیم. در ادامه خواهر فیبی یا ارسلا میگه که Because it's really close to where I live and the aprons are really cute. Because it's close to where I live and the aprons are really cute. It's close to where I live. Close. ما یه close داریم. صدا زد میده. یه close داریم. Close به معنی نزدیکه. خواستم اینو نکتهش رو بررسی کنیم دوباره. Because it's close to where I live. چون نزدیکه به جایی که من نزدیک زندگی میکنم. بعضیا فقط تنها برای نزدیک بودن نیه رو بلدن. خب it's near to us به ما نزدیکه، ولی close هم هست. مثلا دوستان صمیمی و نزدیکو نمیگن near friends، میگن close friends. خب اینجا هم داره میگه it's close to where I live، به جایی که زندگی میکنم خیلی نزدیکه. and the aprons are really cute. apron میشه پیشبند، پیشبندی که میبندن. شما موقعی که آشپزی میکنی، ظرف میشوری، پیشبند که میبندی، یا مثلا رستوران میری پیشبندای مخصوص دارن، لباسی که بلند باشه تا پایین بیاد بهش میگن apron. خب میگه پیشبنداش هم خیلی بامزه است، به خاطر همین که اینجا دارم کار میکنم. و بعدش چندلر با تعجب نگاه میکنه، انگار که مثلا میگه که این انگار ما رو اصلا نشناخته، چی داره میگه، با اینکه نمیدونن این فیبی نیست. برای همین چندلر میاد میگه که اوکی، can we start over یعنی که میشه دوباره شروع کنیم، میشه از اول شروع کنیم حرف زدن. همه چی داره قاطی میشه. شما داری فردا با یکی بحث میکنی یا فلان میکنی، بعد میخوای میگی که آقا بیا از اول شروع کنیم. خب میشه دوباره از اول بحثمون رو شروع کنیم، دوباره از اول بررسیش کنیم. can we start over یعنی دوباره از اول پیش بگیریم، ببینیم چیزی رو جان انداخته باشیم. can we start over اینجا چندلر داره از ارسلا میپرسه. پس عبارات هایی که بررسی کردیم، can we start over، apron، close to where I live و how come. یه باری بریم ویدیو رو ببینیم. تو ویدیو دوم جمع سه تا پسر هاست، جوی، چندلر و راس. عبارت هایی که میخواییم بررسی کنیم، taking out someone. عبارت دوم، what of the odds. و عبارت سوم، take your time. کلی عبارت و اصطلاحه. بریم ویدیو رو بشنویم، بریم توضیح بدیم. خب دوستان چی شنیدیم با هم؟ تو اول ویدیو جوی گفتش که I'm taking Ursula tonight. It's her birthday. همون خواهر دوقلوی فیبی رو مخش رو زده، از هم خوششون اومده، میخواد بره بیرون. میگه I'm taking Ursula tonight. It's her birthday. ببینید اینجا take out بوده، out رو نگفته.
در اصل تیک اوته. تیک اوت سامون یعنی کسی رو بیرون بردن برای رستورانی، شامی، سینمایی. تو مثلا میخوام بگم من شب میخوام با دوست دخترم میخوام ببرم بیرون. I'm taking out my girlfriend tonight. خب؟ I'm taking out my girlfriend tonight. یعنی امشب میخوام با دوست دخترم ببرم بیرون، یعنی که ببرمش سینما، ببرمش رستوران. خب؟ Take out someone به این معنی یه نفر ببری بیرون باهاش بچرخی، سینمایی بری، رستوران بری. ولی اینجا اومده out رو نگفته. I'm taking Ursula tonight. این به این معنی نیست که من میخوام ارسلا رو بگیرم امشب. I'm taking Ursula tonight یعنی که ارسلا رو میخوام ببرم بیرون به خاطر اینکه تولدشه. رستوران یه جای برنامه داریم با هم. اوکی؟ پس take out someone یعنی کسی رو بیرون بردن برای گردش. ادامه. در ادامه راست میگه که اینو دیگه من متنشو نمیذارم چون توش نکته نیست. راست میگه که what about Phoebe's birthday؟ پس تولد فیبی چی میشه؟ تو داری با ارسلا میری بیرون، فیبی دوستته. بعد جوی یه ذره خنگه، همین خنگ بودنش خیلی بامزهش میکنه. برمیگردیم میگه تولد فیبی کیه؟ حواسش نیست که این دوتا دوقلوان، وقتی دوقلوان تولدشون یه روزه، یه تو یه شبه. بعد راست نگاه میکنه میگه tonight، تولدش امشبه. بعد جوی میگه که what are the odds of that happening؟ What are the odds of that happening؟ What are the odds دوستان به این معنیه که چقدر بعد شانس دادم کم باشه که همچین اتفاقی بیفته، چه درصد کمیه که همچین اتفاقی بیفته، چطور ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته. مثلا یه تاس می‌ریزی سه بار پشت سر هم شیش میاد، بعد رفیقت میخواد بگه که چطور ممکنه اصلا. What are the odds؟ What are the odds یعنی که اصلا چطور هم چیزی ممکنه یه پشت سر هم اتفاق بیفته. خب چقدر بعد شانست کم باشه، چقدر یک در میلیونه. What are the odds یعنی که چقدر عجیب، چقدر جالب، چقدر خوش شانس. What are the odds؟ الانم جایی داریم میگه what are the odds of that happening، چقدر بعد شانست بد باشه که تولد دو نفر تو یه روز باشه. هنوز نفهمیده که این دو تا دوقلوان. بعد جایی و چندلر و راست رو نگاه بهش میکنن و در آخر راست میگه که you take your time، you take your time یعنی که منتظرن تا جایی 2000ش بیفته که این دو تا دوقلوان. راست تیکه میندازه بهش you take your time، take your time یعنی که عجله نکن، اصلا عجله نکن، فکر کن، وقت داری، تو وقت داری. خب یا یه نفر میبینی هی داره با یه چیزی ور میره، میخواد درستش کنه، میگه من الان درستش میکنم، وایس 30 ثانیه وای میسی، یه دقیقه وای میسی، میبینی تغییر نمیکنه، بعد میخواد بهش تیکه بندازی. یو تیک یور تایم، تیک یور تایم ادامه بده داداش، تو میتونی، ما هم تو فارسی تیکه میندازیم، آره تو میتونی، همینجوری ادامه بده، با همین قدرت ادامه بده، تیکه انداختنه. یو تیک یور تایم یعنی که وقت تو بذار، آره ادامه بده. حتی میتونه معنی تیکه انداختن هم نباشه، مثلا میخواد بگه که وقت تو رو این بذار. You take your time on this یعنی که قشنگ روی این فکر کن، روی این وقت بذار. میتونه نصیحت کردن هم باشه و متلک انداختن نباشه، ولی اینجا داره متلک میندازه. پس چیا رو بررسی کردیم؟ Take your time، What are the odds و Take out someone. بریم یه باری سوم و ویدئوی آخر برای امروز. تو ویدئوی سوم هم میخوایم دو تا عبارت رو کار کنیم دوستان. یکی این که I'm over her یا I'm over to get over someone، to get over someone اینجا داره میگه I'm over her و we are fine، we are fine ما خوبیم، این که همه بلدیم. یه جا دیگه یه کاربرد دیگه شو میخوایم استفاده کنیم. بریم ویدئو رو ببینیم. Look, I am totally over her. Okay, I just, hi. We're fine. خب دوستان ویدیو رو دیدید، راست و چندلر نشسته بودن تو کافی، راست همونی که کاپشن قرمز تنش بود، راست ریچل رو دوست داره، ریچل همونی که براشون قهوه میخواد بیاره ولی نمیتونه بهش بگه، جرأتش رو نداره بره احساساتش رو بگه. بعد چندلر هم این مسخرهش میکنه دیگه، میگه برو حرف تو بزن و فلان. بعد الان راست میگه که I'm totally over her، I'm totally over her یعنی که من کاملا ازش گذشتم. when you get over someone یعنی که دیگه ازش میگذری، یعنی فراموشش میکنی، دیگه دوستش نداری، اون غمی که داری، احساس تنهایی که میکنی، احساس کمبود محبت که میکنی، هر چی که هست از بین رفته. مثلا میخوای بگی که به دوست دخترت میری میگی که I'm over you یعنی من دیگه ازت گذشتم، دیگه بهت فکر نمیکنم. I'm over you. خب دیگه نمیگی I'm get over you، دیگه get رو حذف میکنی، میگی I'm over you. ولی میخوای به دوستت بگی تو بعد از اون بگذری، دیگه نمیگی you over her، میگی you must get over her یا you have to get over her، یا اصلا میگی get over her یعنی که فراموشش کن. ولی بخوای بگی من از تو گذشتم، میگی I am over you، میگی I am over you یعنی که دیگه فراموشت کردم. you must get over her، بعد ازش بگذری. حالا اینجا گفت I'm totally over her،
بعد تا ریچل اومد کافی بده، دیدین که چجوری سلام کرد. های خودشو گم کرد، یعنی که دوستش داره. خب بعد گفتش که مور کافی فکر کنم. ریچل گفت بازم قهوه میخوای، یه چیزی لازم داری؟ و راست گفتش که نو وی آر فاین. وی آر فاین به چه معنی اینجا؟ وقتی شما رستوران میرید، وقتی میان میگن anything، میان بهتون میگن anything else، do you need anything else، چیزی لازم دارید؟ شما میتونی بگی، به جای اینکه بگی no we don't need anything else، بیا بگی نه ما چیز دیگه ای نمیخوای، میتونی فقط بگی we are fine. We are fine یعنی که همه چی عالی، همه چی کامله، ما چیزی لازم نداریم. We are fine اینجا به معنی که ما حالمون خوبه، نه. We are fine یعنی همه چی داریم، چیزی اضافه لازم نداریم. یا حتی اینم استفاده میکنم با دوستات نشستی، مثلا دارید سلامتی هم مثلا شراب میخورید و دوستت میخواد بگه بریزم بازم برات، میخوری یه پیک دیگه بریزم، تو میخوای بگی من دیگه الان حالم خوبه، دیگه نمیخوام، دیگه کافیه، من دیگه بستم. No I'm fine. I'm fine. خب میگن I'm fine، دیگه نمیگن No I don't need anything more. I don't need one shot more. یه شات دیگه لازم ندارن. Just I'm fine. I'm fine یعنی که دیگه لازم ندارم، بس. پس دو تا عبارت رو بررسی کردیم. To get over someone and I'm fine. We are fine. I am totally over her, okay? Hi. We're fine. Thank you for watching guys. فکر کنم 8 عبارت رو بررسی کردیم، 3 تا ویدیو اول، 3 تا ویدیو دوم، 2 تا ویدیو آخر که چقدر کاربردی بودن. سریال فرندز فوق‌العاده است و به نظر من این مجموعه که شروع کردیم از آموزش زبان با فیلم خیلی جذاب‌تره، خیلی هم کاربردی‌تره. بازم لطفاً یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو به اشتراک بذارید. و مراقب خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید. تا ویدیوی بعدی، تیک کیر.